بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان: جزئیات تیرباران شدن دو مرد هزاره در غور، پیام سراج الدین حقانی به پاکستان: از اخلاق ضعیف شما خفه هستیم، جواب دندان شکن ذبیح الله مجاهد به نخست وزیر پاکستان چیست، و در ادامه این گزارش: انتقال دست کم 500 جسد مهاجر افغانستانی از ایران. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. منابع در غور گزارش می دهد که دو نفر از باشندگان ولسوالی هزارنشین لعل و سرجنگل این ولایت در مسیر راه به قتل رسیدند. این دو نفر غلام حسین و آصف نام داشتند و آنها باشندگان روستای سیاسنگ منطقه خمشار ولسوالی لالو سرجنگل بودند. منابع گفته است که این دو مرد هزاره شام روز سه‌شنبه 16 عقرب هنگام برگشت از کار به ضرب گلوله تفنگچه کشته شدند. این دو مرد گچکار بودند. با این حال یک منبع قتل این دو کارگر را ادامه کشتار هدفمند هزارها میداند. با این حال عاملان قتل این دو نفر روشن نیست. یک منبع دیگر به نقل از باشندگان محل گفته است که اعضای طالبان غلام حسین و آصف را به گلوله بستند. به گفته منبع اعضای طالبان لباس نظامی نیز بر تن داشتند. مسئولان محلی طالبان در خور تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. باید افزود که در یک از حملات در سال 1393 14,000 به شمول یک نو عروس و داماد در نزدیکی مرکز غور به قتل رسیدند. در آن زمان مسئولان محلی طالبان را مسئول این قتل گروهی اعلام کردند. و گزارش دیگر این که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان اخراج مهاجران و پناهجویان از پاکستان را نشانه اخلاق ضعیف دولت پاکستان دانسته و گفته است که کاش اینقدر اخلاق ضعیف از خود نشان نمی دادند. بر اساس اعلامیه وزارت داخله طالبان، سراج الدین حقانی روز چهارشنبه 17 عقرب برای دیدار با مهاجران و پناهجویان اخراج شده از پاکستان به مناطق مرزی ترخم رفته است. تلویزیون ملی افغانستان که اکنون تحت کنترل طالبان فعالیت می‌کند، ویدیویی از سخنرانی آقای حقانی در جمع مهاجران و پناهجویان اخراج شده را منتشر کرده است. سراج الدین حقانی در این ویدیو خطاب به مهاجران و پناهجویان می‌گوید که از ناراحتی شما امروز همه کشور ناراحت است. همه نظام طالبان ناراحت است. او اضافه کرده است که به یک معنای دیگر می‌توانم بگویم که دل ما برای همسایه‌ها نیز بد است که کاش اینقدر اخلاق ضعیف نمی‌داشتند. سراج الدین حقانی در ادامه صحبت خود می‌گوید که خداوند با آنها یعنی پاکستان توفیق، اخلاق خوب و تحمل بدهد. باید افزود که وزارت داخله طالبان نیز در گزارشی از سفر آقای حقانی به ترخم در اکس منتشر کرده نوشته است که او از پاکستان انتقاد کرده و گفته است که آن کشور برخلاف اصول بین المللی مهاجران افغانستان را به زور اخراج می کند. در همین رابطه ذبیح الله مجاهد در واکنش به سخنان کاکر گفته است که طالبان مسئولیت تأمین امنیت پاکستان را بر عهده ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به سخنان انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان مبنی بر افزایش ناامنی در پاکستان بعد از پیروزی طالبان در افغانستان میگوید که این گروه مسئولیت تأمین امنیت پاکستان را بر عهده ندارد. ذبیح الله مجاهد شام روز چهارشنبه 17 عقرب با نشر یک اعلامیه در اکس نوشته است که افزایش ناامنی در پاکستان بعد از پیروزی طالبان در افغانستان دلیل نمی‌شود که این گروه پشت ناامنی در آن کشور قرار دارد. ذبیح الله مجاهد همچنان افزود است که پاکستانی‌ها باید خودشان مشکلات داخلیشان را حل کنند و طالبان را مقصر ناکامی‌های خود نشناسند. سخنگوی طالبان گفته است که این گروه همان گونه که خواهان صلح و ثبات در افغانستان است، برای پاکستان نیز امنیت می‌خواهد و به کسی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کند. باید افزود که انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان امروز در یک کنفرانس خبری گفته است که بعد از پیروزی طالبان در افغانستان، حوادث تروریستی در پاکستان 60% افزایش یافته است. و گزارش دیگر این که منابع در نیمروز میگویند که طی 6 ماه گذشته جسد 500 پناهجوی افغانستان از ایران به افغانستان منتقل شده است. منابع روز چهارشنبه 17 عقرب به روزنامه 8 صبح گزارش داده است که این افراد در نتیجه رویدادهای گوناگون در کشور ایران به قتل رسیده بودند و از مرز پل ابریشم به ولایت نیمروز منتقل شدند. یک از منابع طالبان در بندر پل ابریشم میگوید که در میان اسناد انتقال شده تعدادی از آنها به اتهام گوناگون در ایران اعدام شده بودند و همچنان شماری در رویدادهای جنایی و ترافیکی جان باخته است. این در حالی است که چند روز پیش نیز دو شهروند افغانستان که باشنده ولایت نیمروز بودند به اتهام قاچاق ماده مخدر در زندان مرکز زاهدان اعدام شده بود. رویدادهای ترافیکی نیز از شهروندان کشور قربانی گرفته است. در آخرین مورد منابع گزارش داده بودند که در پی واژگون شدن موتر حامل پناهجویان افغانستان در ایران
دو پناهجو جان باخته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.